به نام خداوند بخشاینده مهربان. فصل 18 داستان امیر اسلان نامدار و ملکه فرخلقا. الحاق دیو. در برآمدن آفتاب جهانتاب، امیر اسلان نامدار سر از بستر راحت برداشت، به حمام رفت، سر و کله را صفا داد، زلف و کاکل را با مشک و عنبر شست و شو کرد و بیرون آمده لباس مرصعب پوشید. تاج مکلل بر الماس بر سر گذاشت، کمر مرصع بر میان بست، شمشیر زمرد نگار حمایل کرد، خنجر زمرد نگار پیش کمر زد. چون سرو آزاد و نخل توبا چهره مانند قرص ماه شب 14، شعاع جواهرها بر صورتش افتاده، پرتو رویش با روشنی روز برتری داشت. چون یک بهشت غلمان از عمارت حرم بیرون آمد و داخل بارگاه شد، پادشاه تا در بارگاه استقبال کردند. وزیران و امیران همه تعظیم کردند. امیر ارسلان بر تخت نشست، همه جای به جای آرام گرفتند و ساقیان می به گردش در آوردند، نقار خانه را نواختند، مطربان صدا و ساز و آواز بلند کردند. همین که بزم آراسته گردید و سر حریفان از باده ناب گرم شد، امیر ارسلان از جای برخاست. ملک اقبال شاه و ملک شاه رخ شاه همه از تخت به زیر آمدند، مشغول خدمت و نظم عروسی شدند که در این وقت سر و کله پیرمرد زاهد که امیر ارسلان مال و دولت قلعه سنگباران را به او سپرده بود از دربارگاه داخل شد و در برابر امیر ارسلان تعظیم کرد و عرض کرد: ای خسرو که حفظ تو از روی احتمام، گوگرد را ز سولت آتش امان دهد، گرگ از محابت تو بره مانده میش را بردارد از زمین و به دوش شبان دهد. خداوند دو جهان عمر و دولتت را زیاد کند. چشم امیر ارسلان که با پیرمرد زاهد افتاد از جای برخاست، پیر را در بغل گرفت، صورتش را بوسید و گفت: پدر جان، برای چه منظور آمده ای و قلعه سنگباران را با آن همه دولت به دست کی سپردی؟ پیرمرد اشک از چشمش سرازیر شد و گفت: قربانت کردم، همین که تو طلسم قصر فازهر را شکستی و الحاق دیو حرامزاده را از بند فولاد زره نجات دادی، نمیدانم آن حرامزاده با چه تدبیر از دست تو گریخت. یک سر آمد به قلعه سنگباران که مکان و منزلش بود، همین که طلسم را شکسته دید مرا گرفت، با این ناتوانی 500 تازیانه بر بدن من زد، میخواست مرا بکشد. از بس که عجز کردم مرا نکشت، کلیدهای درها را از من گرفت و از قلعه بیرونم کرد. 20 شبان روز است که از حول جان 7 بیابان طی کردم تا خود را به شما رساندم. امیر ارسلان خیلی مکدر شد، پیرمرد را استمالت کرد و گفت: مال و دولت نقل نیست، به جای نخواهد رفت، هر وقت باشد الحاق دیو به چنگ من خواهد افتاد. پس از آن به عیش پرداختند و مدت 7 شبانه روز چنان بزم آراستند و چنان عیش برپا کردند که جهان پیر به خاطر نداشت. می و مینا و شاهد و ساقی، نی و تنبور و بربط و مزمار، یک طرف ساقیان مشکین مو، یک طرف مطربان را مشگر، بیهوش این یک فتاده در دهلیز، بی خود آن یک غنوده در بستر. قرب یک هفته گفتی از شیراز سیل آورده باده احمر. چنان جشنی بود که ملک سر از دریچه فلک به در آورده و تماشای آن بزم مشغول بود. روزانه
ششم ملک شاپور و امیر ارسلان عرض کرد: قربانت کردم، آبا و اجداد من رسم داشتند که از خانواده سلطنت پسر یا دختر هر که عروسی میکرد زفاف را در ایوان باغ فاسحر میشد و عروس و دامت را در آنجا دست به دست میدادند. اگر رأی مبارک شما قرار بگیرد همان رسم قدیم را معمول بدارید. امیر ارسلان گفت: البته هرچی چگونه است باید به عمل آورید. وزیر را طلبید و گفت: تو با شمس وزیر بروید باغ فاسحر را آذین و چراغان کنید و زینت بدهید. امشب عروسی در باغ فاسحر است. وزیر، ملک شاپور و شمس وزیر با تدارک به باغ فاسحر رفتند. تمام باغ را چراغان کردند و آذین بستند و زینت دادند. از در باغ تا دروازه شهر همه جا آتش بازی چیدند و چراغان کردند. هر 20 قدم فاصله یک دسته مطرب نشاندند. نزدیک عصر به شهر رفتند و به امیر ارسلان عرض کردند: تهیه باغ فاسحر با خوبی دیده شد. امیر ارسلان آفرین گفت و سوار شده خودش به باغ رفت. همه جا را سرکشی کرد و تمشیت داده به حرم خانه برگشت. به ملکه آفاق گفت: عروس را به حمام ببرید و مشاطه اش کنید، امشب باید زفاف بشود. ملکه آفاق ماه منیر را به حمام برد، سر و تنش را شستشو کردند. چون قرص آفتاب از حمام بیرون آمد، فرخ لقا ماه منیر را لباس فرنگی پوشاند و به طرز فرنگی مشاطه اش کرد. از آن طرف امیر ارسلان فرمود نقاره خانه شادی به نوازش در آوردند و داماد را به حمام بردند. ملک شاپور چون سرو آزاد از حمام بیرون آمد، لباس پادشاهی پوشید و سر تا پا غرق دریای در و گوهر شد. پس از آن مرکب کشیدند. امیر ارسلان با ملک اقبال شاه و ملک شاهرخ شاه و آصف وزیر و شمس وزیر و امیران ملک شاپور را سوار کردند که ناگاه صدای کوس و کرنا بر فلک رسید. داماد را با تمتراق تمام به باغ فاسحر بردند. امیر ارسلان اندک نشست، چند جام شراب نوشید و فرمود چراغ‌های باغ را روشن کردند و مطربان صدا به ساز و آواز بلند کردند. همین که 3 ساعت از شب دیوچهر بیمهر عادت لقب اهریمن طبیعت زنگی کردار غدار ناپیادار گذاشت. براراست شب روی مانند ما به زلفین مشکین و چشم سیاه، خم طره بگشود مه راز دوش، سر زلف شب گشت عنبر فروش. امیر ارسلان برخاست با شمس وزیر و آصف وزیر و جمعی از امیران سوار شده به شهر رفتند. عروس را با ملکه آفاق و منظربانو و کنیزان در محملهای زرنگار نشاندند. صدای گرم گرم طبل و کوس و کرنای شادی بلند شد. مردمان شهر از زن و مرد در کوچه ها و معبرها درویه صف کشیدند. مطربان در هر گذر به ناختن سازهای گوناگون مشغول بودند. از هر طایفه از عفریت و دیو و جن و غول و پری و جان و لاقیس هر یک به سبک و شیوه خودش مشغول عیش و آتش بازی بود. چنان بزمی بود که از آسمان زهره سر بیرون کرده با تماشای عروسی مشغول بود. امیر ارسلان نامدار سوار مرکب سرسرتگ فولادرگ جلوی محمل عروس می آمد. وزیران و امیران و سرهنگان و بزرگان از دو طرف سواره به همراه محمل با تجمل و جلالی که ما فوق نداشت می آمد.
در هر 20 قدم فاصله پریزادان از روی هوا طبقهای گل و زر و جواهر نثار محمل عروس می کردند. همچنان رفتند تا دو میدان مانده به باغ. ملک اقبال شاه و ملک شاهرخ شاه و ملک شاپور را سوار کردند و با امیران به استقبال عروس رفتند. پس از آن همگی وارد باغ شدند. در ایوان قصر فازهر دست ماهمنیر را به دست ملک شاپور دادند. پس از آن ملک شاپور دست ماهمنیر را گرفت و داخل تالار شد. ملک اقبال شاه و ملک شاهرخ شاه هر یک با حرمهای خود به خانه هایشان رفتند. امیر ارسلان هم دست ملکه آفاق را گرفت و به یکی از تالارهای قصر فازهر رفتند و با کمال آسودگی بی زحمت اخبار یکدیگر را چون جان شیرین در آغوش کشیدند و در بستر راحت به استراحت خوابیدند. غافل از نیرنگ این روزگار غدار و فلک کج رفتار که فردا از پرده غیب چه بازی به ظهور می رسد، تا هنگامی که آفتاب جهانتاب از پس این نه حجاب سر بیرون کشید و عالم را به نور منیر خود مزین کرد. دیگر روز که این لعبت زرنگار برآمد بر ایوان نیلی حصار، بر تخت افق شاه انجمن نشست و زو بر سپاه شب آمد شکست. در برآمدن آفتاب عالمتاب امیر ارسلان نامدار سر از بستر راحت برداشت. ملکه آفاق را بیدار کرد، لباس مرسی پوشیدند و به ایوان قصر رفتند. دیدند ملک اقبال شاه و ملک شاهرخ شاه و آصف وزیر و شمس وزیر با جمع از امیران نشستند و سبوحی می زنند. امیر ارسلان را دیدند، همگی برخواستند و تعظیم کردند. امیر ارسلان پرسید ملک شاپور کجاست؟ گفتند تا به حال از حجره بیرون نیامده است. امیر ارسلان صبر کرد تا آفتاب به جای ظهر رسید. دیدند عروس و داماد از حجره بیرون نیامدند. امیر ارسلان گفت جماعت، نمیدانم چه اتفاق افتاده که ملک شاپور تا به حال بیرون نیامده است. یکی برود ببیند چه شده است و اگر هم خوابیده باشند بیدارشان کنند. فرخ لقا گفت قربانت شوم، من میروم بیدارشان میکنم. برخواست و رفت، در تالار را گشود، داخل شد. نزدیک تخت رفت، دید خون مثل دریا موج میزند و سر ماهمنیر را گوشت و گوش بریدند و روی سینه‌اش گذاشتند. گیسوان عنبرآسایش غرق خون است و ملک شاپور هم از تخت افتاده وسط تالار در خواب است. همین که چشمش به نعش غرقه و خون ماهمنیر افتاد، از بیتابی فریاد کشید و بیهوش شد. صدای ملکه به گوش امیر ارسلان رسید. از جای برخاست و گفت جماعت، نگفتم اتفاق افتاده است؟ برخیزید برویم ببینیم چه خبر است. همگی سراسیمه از جای بریدند و رفتند و آن واقعه را دیدند. امیر ارسلان ملکه را به هوش آورد، پرسید تو را چی شد؟ ملکه موضوع را گفت. امیر ارسلان پیش رفت، بر پیکر بی سر ماهمنیر نظر کرد که چون ماهی در دریای خون غوطه‌ور شده است. آه از نهادش برآمد. گریبان چاک زد، مثل ابر بهار گریست. ملک اقبال شاه و دیگران هم گریه کردند. آصف وزیر گفت یاران، از گریه شما ماهمنی زنده نمی شود. حالا باید بفهمیم این کار کدام ظالم بی مروت است. چرا این همه صدای ملک شاپور از خواب بیدار نمی شود؟ امیر ارسلان از گریستن خودداری کرد، بالای سر ملک شاپور رفت، هرچه تکانش داد دید بیدار نمی شود، بلندش کرد، اندک توی تالار راهش برد، بیدار نشد. بوی خوش و سرکه و روغن و بنفشه و بادام به مشامش گرفتن، بیدار نشد.
در این وقت سر و کله پیر زاهد پیدا شد. آمد آن هنگامه را دید که امیر ارسلان یک طرف نعش ماه منیر و یک طرف ملک شاپور را خوابانده است و در میان گریه می کند. پیش رفت و عرض کرد: قربانت گردم، چرا گریه می کنی؟ این چه وضع است؟ امیر ارسلان گفت: ای پدر، دل من از این می سوزد که این آسمان کجرفتار مدت 3 سال است آن به کام من گردش نمی کند و در این مدت یک آب خوش نیاموشامیدم و یک نفس آسوده نکشیدم. حالا که بعد از این همه زحمت و مشقت خواستم عیش بکنم و به کام دل ساغر شراب بنوشم، دیشب در حجله سر خواهر من ماه منیر را بریدند. نمی دانم به سر ملک شاپور بیچاره چه آوردند که هرچی می خواهیم بیدارش کنم و احوال از او بپرسم همچنان در خواب است. نمی دانم چی کنم. خب چینل را سابسکرایب کن. پیرمرد زاهد پیش رفت، اندک صورت ملک شاپور را نگاه کرد و سر نعش ماه منیر رفت. آن را نظاره کرد، سرش را برداشت و به دقت نگریست. سر را بر زمین گذاشت و خندید. امیر ارسلان گفت: چرا می خندی؟ پیر گفت: قربانت گردم، کسی که این کار را کرده شناختم. این کار حرامزاده الحاق دیو است که ملک شاپور را خواب بند کرده و ماه منیر را برده و کسی دیگر را به جای او سر بریده است. الان در تمام خاک پریزاد از پشته تاریک و هزار طاق سلیمان تا اول خاک بنی آدم غیر از الحاق دیو حرامزاده دشمنی ندارید. الحاق مدت 10 سال می شود که عاشق ماه منیر است و پی فرصت می گشت تا دیشب این فرصت به دستش آمده و ماه منیر را برده و کسی دیگر را از طایفه پریزاد آورده و سر بریده است. شما یقین بدانید که ماه منیر زنده و سلامت است. امیر ارسلان ساعت اندیشید و بعد رو به آصف وزیر کرد که: وزیر، حرفهای پیرمرد زاهد خیلی به عقل نزدیک است. چون در فرنگ هم وقت قمر وزیر فرخلقا را دزدید، عوض او سر کسی دیگر را بریده بود و من خیال کردم ملکه است. ملک اقبال شاه گفت: حالا که این طور است چند روز صبر کنید، یک دو نفر بفرستیم در مملکت جان تحقیق کند ببیند راست است یا خیر. امیر ارسلان حرف ملک اقبال شاه را قبول کرد، چند عفریت را خواست و گفت: باید 5 روز بروید در مملکت جان و قلعه سنگباران و خبر از الحاق دیو حرامزاده بیاورید که کجاست و چه کار میکند. تحقیق کنید که ماه منیر دختر ملک جانشاه را او برده است یا خیر و زود خبر بیاورید. عفریتان در برابر زمین بوسیدند و باد در تنوره انداخته و بر هوا شدند. امیر ارسلان فرمود کشته ماه منیر را به خاک سپردند و ملک شاپور را در تابوت جای دادند و به شهر رفتند. غمگین و اندوهناک بر تخت نشستند. مدت 5 شبانه روز که گذشت، روزانه 6 عفریتان که از پی خبر رفته بودند از در بارگاه داخل شدند. در برابر تخت امیر ارسلان تعظیم کردند و گفتند: عمر و دولت بنی آدم را سلیمان پیغمبر زیاد کند. امیر ارسلان پرسید: خب دوستان عزیز، داستان را همینجا به پایان می رسانیم. امیدوارم از شنیدن داستان لذت برده باشید. اگر تا اکنون چینل ما را سابسکرایب نکرده اید، لطفاً چینل ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک و با دوستان خود شریک سازید. تا قسمت بعدی داستان، بدرود.